سلام دوست عزیز، به امروز خوش آمدین. روحالله نبیزاده هستم و امروز قسمت 18 500 عبارت کاربردی زبان انگلیسی را میخوانیم. اگر شما تازه به کانال آمدین، حتما لایک و سابسکرایب را فراموش نکنین. پس بیاین شروع بکنیم. 10 phrases for remembering, reminding and forgetting. 10 عبارت برای یاد آوردن، یادآوری و فراموش کردن. دوستان، remember یعنی چیز را به یاد آوردن، reminding یعنی چیز را یادآوری کردن، به کسی بگوین که یادشان بیاید. و forgetting فراموش کردن. I'll always remember. I'll never forget. من همیشه به یاد دارم. من هیچ وقت فراموش نمی کنم. مثلا I'll always remember the day we met. میگه همیشه به یادم هست روز را که ملاقات کردیم. I'll never forget the day we met. هیچگاه روز را که ملاقات کردیم فراموش نمی کنم. If I remember correctly, اگر درست یادم بیایه. If I remember correctly, I saw you in a wedding party. اگر درست یادم بیایه، من تو را در یک محفل عروسی دیدم. As far as I can recall, تا اونجایی که در ذهنم میایه. As far as I can recall, his name was Ali. تا اونجایی که در ذهنم میایه، نام او علی بود. Number 3. I have a vague recollection of. Vague یعنی ناروشن. Recollection یعنی خاطره. پس ای بارت I have a vague recollection of something یعنی ما در مورد چیزه فکر یا خاطری ناروشن دارم، دقیق نیست، درست یادم نمیه. It's on the tip of my tongue یعنی نوک زبانم است، یعنی کوشش میکنم یادم بیایه ولی نمیتونم به یادم بیارمش. I'm trying to remember but I can't quite remember. So it's on the tip of my tongue. در نوک زبانم است. My mind went blank یعنی در یادم نمیه، نمیتونم به یاد بیارم. Blank یعنی خالی، یعنی کلن ذهنم خالی شده، نمیاد ذهنم. My mind went blank. Number 6. It doesn't ring a bell means it doesn't sound familiar. آشنا به نظر نمیرسه. It doesn't ring a bell. آشنا به نظر نمیرسه یعنی آشنایی ندارم. Please remember to. یه دیگه استفاده میکنیم که یادآوری بکنیم. مثلا Please remember to turn off the light before you go out. لطفا یادت باشه که چراغ رو خاموش کنی قبل از اینکه بیرون بری. Please don't forget to turn off the lights before you go out. لطفا فراموشت نشه که چراغ رو خاموش کنی قبل از اینکه بیرون بری. I'd like to remind you about tomorrow's meeting. میخوایم در مورد ملاقات فردا براتون یادآوری بکنم. Remind یادآوری کردن. I would like to remind you about your meeting tomorrow. میخوایم ملاقات یا جلسه‌تون را یادآوری بکنم براتون. You haven't forgotten about. خب دوستا، این عبارت استفاده میشه که به کسی به شکل سوالی بپرسیم که آیا چیزی را فراموش نکردی. مثلا You haven't forgotten about closing the windows, have you? آیا فراموشت خو نشده که کلکینار را ببندی؟ همتو نیست؟ It completely slipped my mind. یعنی کاملا از ذهنم رفته. کاملا فراموشش کردم. I completely forgot about it. یعنی کلا یادم رفت. این وقت استفاده میکنیم که یک چیز فراموشتون شد تا انجام بتین. It completely slipped my mind. 10 phrases for saying something is easy and difficult. ده عبارت برای گفتن آسان یا مشکل. بگوییم که یک چیز آسان است یا بگوییم یک چیز سخت هست. Number 1. It's a piece of cake. در انگلیسی گفتاری piece of cake. It's a piece of cake. یعنی خیلی آسان است. خیلی ساده است. It's a cinch. یعنی آسان است. It's a breeze. خیلی ساده است، خیلی آسان است. Breeze نسیم، مثل باد نسیم در واقع. Anyone can do it.
Anyone can do it. هر کس میتونه انجام بده. There is nothing to it. There is nothing to it. یعنی هیچ چیز دیگه نیست. هیچ کار سخت دیگه نیست. با ادبیات همینه میگن ای دیگه چیز نداره. There is nothing to it. پس پنج عبارت یعنی آسان. It's a piece of cake. It's a cinch. It's a breeze. Anyone can do it. There is nothing to it. اگر بگیم مشکل است میگیم It's hard. سخت است. It's a bit tricky. کم چالشی است. کم مشکل است. Trick یعنی چال. فریب. چیزی که در واقع با آسانی انجام نشه. چالشی باشه. It's a bit tricky. It's really tough. واقعا سخت است. Tough یعنی سخت. It's not a walk in the park. It's not a walk in the park. یعنی آسان نیست. مثل قدم زدن در پارک وارد خونه نیست. حالا تحت لفظی ترجمهش نمی کنیم. منظورش ایست که آسان نیست. کار آسان نیست. It's very demanding. It's very demanding یعنی وقت و انرژی زیاد روی ضرورت داره. یعنی آسان نیست. It's very demanding. It takes a lot of time and energy. خب دوست عزیز ای بود عبارات که در مورد آسان و مشکل بحث بکنید که اگر چیز آسان است یا مشکل. امیدوار است مفید بوده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون شریک بسازین. در کنارش کانال را سابسکرایب بکنین و دکمه زنگوله را هم روشن کنین تا درس ها براتون مستقیم من حیث نوتیفیکیشن فرستاده شود. تا درس بعدی خدا نگهدار.